Thank you very much for giving me the time. My question is for you, Honorable Charlie Weimers. سوال من از شما هست جناب چارلی وایمرز. حزب شما دموکرات های سوئد در یکی از نظرسنجی اخیر محبوب ترین حزب بین ایرانیان مقیم سوئد قلمداد شده. پیام شما برای اونها چیه؟ رویداد تاریخی امروز بیش از 4 سال طول کشید که محقق بشه. آیا موانعی بود از جانب اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا یا چراغ سبز به شما دادن؟ یه مشکل چی بود؟ متشکرم. وقتی که صحبت ایرانیان مقیم سوئد میشه، من خیلی واقف و قدردان حمایت اونها از من و حزبم هستم. ما 3 ایرانی تبار داریم در پارلمان سوئد. یکی از اونها آقای رشید فایبر امروز اینجاست. من میخوام بگم که پیام من به اونها اینه که هنوز ادامه بدید به فشارتون بر دولت سوئد تا نقش رهبری بر عهده بگیره. به عنوان کشوری که الان ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا، شورای اروپایی رو بر عهده داره، سوئد باید نقش رهبری ایفا کنه در خواستار یک سیاست خارجی جدید بشه در قبال ایران از جانب اتحادیه اروپا، و شروعش باید تروریست اعلام کردن سپاه پاسداران باشه. و بیشتر سوئدی ها بر موافق هستن با این قضیه. برای ایرانیان موقع سوئد باید از دولت سوئد بگن دیگه منتظر چی هستین. همونطور که به من 15 سال پیش 20 سال پیش گفتن که آینده ایران بسیار بسیار روشن‌تر خواهد بود بدون این رژیم. من اینو خیلی وقت پیش فهمیدم، ولی بعضیا هنوز نمیفهمند. بنابراین این کار رو میتونم بکنم. اما از نظر مقاومت برای در برابر اجلاسی نشستهایی مثل امروز، باید بگم که سیاست همیشه آوردگاه اراده های متضاد هست و متفاوت هست. میدونید که بعضیا نمیخوان رویدادهای مثل این اتفاق بیفته. البته رژیم نمیخواد که چنین رویدادهایی اتفاق بیفته. اونها نمیخوان که نمایندگان اپوزیسیون ایران بیان و در اتحادیه اروپا در پارلمان اروپا صحبت کنن. اما باید بگم که همکاری تیم من با بخش اداری پارلمان اروپا خیلی همکاری خوبی داشتن. بنابراین من از این بابت قدردان اونها هستم، و شاید این که من تونستم که بتونم پروتکل رسمی اتحادیه اروپا پارلمان اروپا رو به اعلیحضرت ارائه کنم، شاید این هم کمک کرد. فکر می‌کنم اون یک علامت مهمی بود از جانب این پارلمان به کمیسیون اروپا و به شورای اروپایی که اروپا داره کم کم آماده میشه که به واقع با اپوزیسیون ایران تعامل داشته باشه. بنابراین این چیزی که می‌خواستم ذکر کنم.